سرخط مهمترین خبرها. نگرانی کمیته دفاع از خبرنگاران از حبس ممدشاه و جمعیف. مقامات گفتند سفارت تاجیکستان در کابل کارش را دوام می‌دهد و با بازگشت مهاجران به وطن قرب روبل هم پست می‌شود. درود بیننده عزیز، برنامه نوید بامدادی است که از استودیوی دوشنبگی رادیوی آزادی تقدیمتان می شود. امروز 14 دکبر است. کمیته دفاع از خبرنگاران از زندانی شدن دو روزنامه‌نگار دیگری تاجیک اظهار نگرانی کرده است. این کمیته روز 13 دکبر در یک اظهارات حکم دادگاه نسبت الفت خانم ممدشاه و خوشروز جمعیف را دهشت آور خواند. روزنامه‌نگار و فعال جامعه شهروندی الفت خانم ممدشاه و اول ماه دکبر با اتهام دعوت به سرنگونی حاکمیت و اتهام های دیگر به 21 سال زندان محکوم شد. کمیته دفاع از خبرنگاران گفته است طبق اطلاع آنها ممدشاه و به 20 سال زندان محکوم شده است. بلاگر خوشروز جمعیف را باشد به 8 سال زندان محکوم کردند. مرافع این نفران پسی درهای بسته برگزار شد و معلوم نیست که آنها در مرافعه ها چی گفتند، ولی الفت خانم ممدشاه و یک روز پیش از بازداشتش اتهام مقامات را رد کرده بود. گلنازه سعید، یک مسئول کمیته دفاع از خبرنگاران، گفته است تصمیم مقامات برای محکوم کردن ممدشاه 65 ساله که میتواند عمر باقی مانده خود را پس پنجره سپری کند و همچنین حکم خوشروز جمعیف دهشت آور است. کمیته دفاع از خبرنگاران گفته است حکومت تاجیکستان برای این حکم های سنگین دلیل اساسناک پیشنهاد نکرد و مخفی بودن پرونده روزنامه‌نگاران هم کاملا بی اساس است. ممدشاه و جمعیف فوراً آزاد کرده و به کار اجازه داده شوند، گفته است این کمیته. این سازمان حمایت از خبرنگاران که قرارگاهش در نیویورک است، قبلا نیز در رابطه با بازداشت دیگر خبرنگاران تاجیک نگرانی کرده، خواستار آزادی آنها شده بود، اما مقامات به این دعوت‌ها تا حال پاسخ مثبت ندادند. سفارت تاجیکستان در کابل بعدی به قدرت رسیدن طالبان هم کار خود را قطع نکرده است. در این باره خبرگزاری از پلوس با تکیه به وزارت کارهای خارجه تاجیکستان اطلاع داده است. مسئولین وزارت به این خبرگزاری گفتند سفارت تاجیکستان در افغانستان در شکل محدود فعالیت دارد. مقامات از این بیشتر شرح ندادند. خبرگزاری آسیا پلوس از قبل یک کارمند مسئول سفارت تاجیکستان در افغانستان نوشته است سفیر با جمعی از کارمندان بخش های دیگر در تاجیکستان قرار دارد و در سفارت تنها چند نفر هستند که به طور محدود کار میکنند. این مسئول سفارت گفته است آنها پیام های حکومت طالبان را به دوشنبه میرسانند و به شهروندان باقی مانده تاجیکستان در گرفتن سندها کمک میکنند. گروه طالبان ماه آوگوست سال گذشته حکومت افغانستان را سرنگون کرده بعد 20 سال دوباره به قدرت رسید. تاجیکستان از منتقدان اصلی این گروه است و طلب دارد که حقوق تاجیکان افغانستان در حکومت نوی این کشور رعایت شود. طالبان برها به دوشنبه هشدار دادند که به کارهای داخلی افغانستان دخالت نکند. یادآور می‌شویم که بعد به قدرت رسیدن طالبان بیشتری کشورها به خصوص کشورهای غربی سفارت‌های خود را در کابل بستند. یک آوازخوان جوان از شهر خوجند در عرفه سال نو برای مخلصان امکاناتشان محدود تحفه غیر انتظار آماده ساخت. سراینده نفکار علیشر نبیف یک برنامه کنسرتی اش را مخصوص برای نفرانی که امکان خریداری چیپتن نداشتند رایگان دعوت کرد. فرزان محمدی از این برنامه گزارش تهیه ساخت. مطلوبه اسلامова به سبب بیماریش بیشتر در خانه میشیند و امکان ندارد برای دلخوشی به برنامه های فراغتی رود. ولی او و نبیرش آخر هفته گذشته با دعوت مخصوص آوازخان دوست داشتهشان علیشر نبیف به برنامه کنسرتیش آمدند. من خودم چخل بلید گیرم و یکان کس بلید آواده تیدو روام کنسری بگفته وای که ده گشتودم اما سری و رکلامه که دیان که وای که ده گشتودم بچه یکم خودش دوتا که ملیت فیستان دست هم بشادی شادی که ده امسا دیم بچه ما آوازش میبینم میشنوام نغزه که گفته به فرق از برنامه کنسرتی دیگر هنرمندان به تالار 500 نفره کاخ رودکی این نوبت مهمانان اساسی نفران امکاناتشان محدود بود. خود آوازخان علیشر نبیف میگوید این تصمیم از صمیمیت زیاد هوادارانش روی کار آمد. در بین مخلصان من هستند که امکاناتشان محدود است. راه رفته نمیتونند، از خانه شان نمیبرایند. و فقط من را از طریق
تلویزیون های محلی دیده بسیار زنگ میزنند، در تماس میشیم. من خواستم که برای آنها یک سورپریز آماده سازم و من شکر خداوند و آرزویم رساند خدا جان. در این برنامه نه فقط معیوبان بلکه یتیمان و پیرانسالان از مؤسسه های مخصوص و روبندگان و تمیزکاران شهر خوجند نیز دعوت گردیدند. مؤسسه دولتی مرکزی دستگیری اویله و کودکی شهر خوجند، سابق خانه کودکان، عرض سپاسی خود را و سراینده خوش آواز علیشر نبیلو جهت همکاری و دستگیری کودکان یتیم و بیپرستان میرسانم. با تو جان برخی از آنها در صحنه با آوازخوان هم‌آوازی نمودند. این همه نیت از خودش همه وای شدن، صنعتکار شدن، جدام وای شوقش بلند اینه. ما علی شیر نبیفه اشدی مخلص هستم، صنعتکاری بسیار زور. ما هم نوع مخلص شما نیتم های که با این آکه با سرود برانده خونه. حالا در ولایت سوخت زیاده از 94 هزار معیوب به قید گرفته شده است. گمان نمی رود حالی همه آنها همین گونه خوب و خوشحال کننده باشد. فرزان محمدی، رادیو آزادی، شهر خوجند. وزیر امور خارجه آمریکا انتونی بلینکن گفت کشورش از سازش مرزی میان ازبکستان و قرغزستان پشتیبانی میکند. انتونی بلینکن در این باره روز 12 دکبر بعد گفتگو با وزیر کارهای خارجه ازبکستان ولادیمیر ناروف در واشنگتن اظهار نظر کرد. من از تعیین و علامت گذاری مرز ازبکستان با قرغزستان استقبال می نمایم. این پیامی نیرومندی است برای کشورهای دیگری منطقه که بحث های مرزی را می شود با راه دیپلماتی حل کرد، افزود است کاتب دولتی آمریکا. پریزیدنتان قرغزستان و ازبکستان چند سند مربوط به علامت گذاری مرز میان دو کشور از جمله سازش مدیریت آبانباری کمپیرآباد را امضا کردند. این مرحله نهایی سازش دو کشور در مورد تعیین و علامت گذاری مرز میان ازبکستان و قرغزستان دانسته می شود. تاجیکستان هم با قرغزستان بحث مرزی دارد و در منطقه های معین نشده مرز بارها مناقشه سر زده است. بخشی از روز تاریخ را در تقدیم خرامان به قازاده ببینید که مهمترین تحولات تاریخی در روز 14 دکبر را فرا می‌گیرد. سال 2015 میانه های ماه دکبر در شرایط مخفی پرونده اعضای حزب هالو در تاجیکستان ممنوع نهضت اسلامی به دادگاه فرستاده شد. حکمی که همچنان پوشیده از چشم مطبوعات و نزدیکان صادر گردید، دو معاون رئیس حزب را به حبس ابد و 14 عضو شورای سیاسی آن را از 15 تا 28 سال زندان محکوم نمود. اعضای حزب نیم سال پیش از آن قانونی نهضت اسلامی عیب نامه دادگاه را همچون یک ضربه سیاسی رد کرد، خود را بیگناه نامیدند. این حکم مورد انتقاد جامعه جهانی شد، ولی مقامات تاجیکستان دیرتر بر پایه آن حزب را سازمان اکستریمیستی و تروریستی عنوان کردند که همچنان از طرف جامعه جهانی پذیرفته نشده است. 14 دکبر سال 2018 اظهار نظرهای رئیس کمیته اقتصاد پارلمان تاجیکستان شریف رحیمزاده بحث برانگیز شد. او در حاشیه نشست به توجه ناکافی جوانان تاجیک به علم‌های دقیق مراجعه کرده گفت مردم باید تلاش کنند که فرزندان از خردی در قطار شیردانی ماتماتیکا، بیولوژی و کیمیا را هم بدانند، در حالی که بسیاری ها این گفته های رحیمزاده را همچون حمله به ارزش های فرهنگی و ملی تنقید کردند. بسیاری دیگرها به سری وقتی بودن این نظرها در پس منظر مشکلات زیادی کادری در رشته های اقتصاد و فناوری ها تاکید نمودند. 14 دکبر سال 1941 شاعر معروف شیرین بنیاد تولد شده است. در 70 سال عمرش بیشتر در ولایت مختار کوهستان بدخشان زیسته، برای رشد زبان و ادبیات، تئاتر و ژورنالیستیک این دیار زحمت ها کشیده است. با
با بازگشت مهاجران تاجیک به وطن قرب روبل روسی هم روزهای اخیر در تاجیکستان پایان می رود. اگر در آغاز ماه 1000 روبل روسی از 160 سومان زیاد بود، صبح 14 دکبر در بانک‌های تجارتی 1000 روبل به 156 سومان رسیده است. در این میان قرب دلار آمریکایی کمی بالا رفته، حالا 100 دلار آمریکایی در بانک‌ها تا 1010 سومان ارزش دارد. قرب رسمی بانک ملی تاجیکستان برای امروز 14 دکبر چنین است. بینندگان عزیز تشکر که تا آخر برنامه ما را همراهی کردید. خبر و گزارش های از این بیشتر را در سامانه رادیوی آزادی با نشان آزادی نقطه آرگ و صفحه آزادی ویدیو در یوتیوب تماشا کنید. فردا در همین وقت و ساعت شما را انتظاریم.